سلام خوش اومدید به کلاس درس باز هم برای یاد گرفتن یک مبحث خیلی خیلی مهم من میخوام از یک مثال شروع بکنم بیاید یک همچین تابعی رو با هم دیگه در نظر بگیریم fx مساوی با x به توان 3 منهای 1 تقسیم بر x منهای 1 و فرض بکنید از شما پرسیده شده که حد x به سمت 1 x به توان 3 منهای 1 تقسیم بر x منهای 1 رو حساب بکنید خب اول از همه بیاید ساده ترین کار ممکن رو انجام بدیم دو تا چند جمله ای داریم که به هم تقسیم شدن و از قوانین حدمون استفاده بکنیم بگیم این مساوی میشه با حد x به سمت 1 x به توان 3 منهای یک تقسیم بر حد x به سمت 1 x منهای 1 این استفاده از اون قوانین معروف حدمون هست اما وقتی که به اینجا میرسیم و اینو حساب میکنیم میبینیم صورت کسر میشه صفر حدش مخرج کسر هم میشه صفر برامولی ما به یک حالت عجیب رسیدیم به این حالت عجیب ما معمولاً البته این اسم رو من در کتاب های درسی ندیدم اما در کتاب های دانشگاهی بهش میگن حالت های نامعین یا indeterminate و حالت هایی است که ما دیگه از قوانین حد نمیتونیم استفاده کنیم بنابراین به یک همچین کسری که ما میگیم کسر صفر صفروم میگیم حالتهای حدی که حالت های سختی هست و ما باید برای به دست آوردن این حدها یک های متفاوتی از اون خاصیت هایی که تا حالا یاد گرفتیم یاد بگیریم خب اول از همه بیایید با هم ببینیم اصلا چه مشکلی اینجا داره پدید میاد مشکلی که اینجا پدید اومده در این محاسبه این حد این است که این تابه هم صورتش یک چند جمله هست که یک یکی از صفر هاشه و هم مخرجش یک چند جمله ای هست که یک یکی از صفر هاشه. یعنی هم صورت و هم مخرج در یک صفر میشن و بنابراین ما با یک کسر صفر صفر رو مواجه هستیم اما من اگر دامنه تابع اف رو بخوام بنویسم چی میشه دامنه تابع f دامنه تابع f میشه همه x های متعلق به اعداد حقیقی به غیر از x مساوی با یک بنابراین هر ایکسی که مساوی با یک نباشه جزء دامنه تابع من هست به این دلیل که مخرج تابع من در یک صفر میشه بد شانسی من اینه که صورت تابع من هم در یک صفر میشه و بنابراین تابع من در اون نقطه محاسبه حدش خیلی سخته قبل از اینکه ادامه بدیم بذارید بریم مثلا این تابع رو ما در گوگل ببینیم که چه شکلی هست من اینجا براتون در گوگل شکل این تابر رو کشیدم این تابع X به توان سمن یک تقسیم بر یک است همون طوری که میبینید گوگل اول از همه اومده یک رو هم جز دامنه این تابه حساب کرده و یک مقدار بهش نسبت داده که میبینید نزدیک سه هست عددی که اینجا نسبت داده شده به یک اما به هر حال وقتی که من در اعدادی که جزء دامنه تابه هستن نزدیک میشم به یک یعنی از پایین میرم به سمت یک این عدد وای همینجوری که میبینید نزدیک و نزدیکتر میشه به سه و به همین ترتیب وقتی از ایکس های بزرگتر از یک نزدیک میشن به یک این عدد وای نزدیک و نزدیکتر میشه باز هم به سه و بنابراین به نظر میرسه که این تابه اینطور نیست که حد نداشته باشه در اون نقطه و چون صفر صفر رو من, من تسلیم میشم و به نظر میرسه که نه تنها حد داره که حدش هم طبق اون چیزی که گوگل به من نشون میده برابر با سه هست خب یکی از بهترین روش هایی که در حل مسائل صفر صفر ما میتونیم به کار بگیریم و خواهید دید که خیلی از این مسائل رو برای ما حل میکنه اینه که خب من میدونم که صورت کسب به صفر بخش مخرج کسب هم به صفر بخش پس میتونم اون عاملی که اینها باعث شده که ببخشید به یک هر دو بخش بزیرم. پس میتونم همه هر دو اینها رو تجزیه بکنم به عوام به ریشه هاشون به نحوی که یک ایکس منهای یک هم در صورت و هم در مخرج ساخته بشه یعنی چی؟ یعنی این که من میدونم x به توان سه منهای یک مساوی هست با اگر من تجزیهش کنم ایکس منهای یک در x به توان دو به علاوه ایکس به علاوه یک شما میتونید خیلی راحت نشون بدید که این تجزیه درسته و از طرف دیگه ایکس منهای یک هم که خودش مساوی هست با ایکس منهای یک ضرب در یک بنابراین من میتونم بگم که تابع ایکس منهای یک تقسیم بر x منهای یک مساوی هست با x من های یک در x 2 به علاوه x به علاوه یک تقسیم بر x من های یک و در این صورت با ساده کردن این دو به این نتیجه میرسم که این مساوی هست با x دو به علاوه x به علاوه یک و البته من میدونم که یک نمیتونم عدد یک رو به این تابه بدم چون من میدونم یک اصلا جزء دامنه من نبودم اما وقتی که دارم حد رو حساب میکنم یعنی وقتی که میگم حد x به سمت یک x به توان سه منهای یک تقسیم بر x منهای یک رو حساب بکن من به راحتی میتونم بگم که این مساوی هست با حد x به سمت یک x به توان دو به علاوه x به علاوه یک چرا؟ چون وقتی که من حد x به سمت یک رو حساب می کنم هیچ وقت x رو برابر با یک کنم بلکه خیلی خیلی بهش نزدیک میشم و بنابراین جزء دامنه تابع من هست همه این اعداد یک همسایگی محذوف یک و بنابراین من میتونم این ساده سازی رو صورت بدم و این دیگه یک چند جمله هست که به راحتی من میدونم حدش برابر میشه با مقدار مقدارش در نقطه یک یعنی سه خب حالا این کاری که من اینجا کردم رو من میتونم خیلی کلیتر یک قضیهش بکنم چون این خیلی برای ما پر کاربرد خواهد بود سفر رو هم که بردم بالاتر که بتونم اینجا بنویسم و قضیه که من میتونم بنویسم این هست پس من اینجا می نویسم قضیه و این قضیه اینه که اگر در یک همسایگی یا همسایگی محذوف A یعنی به غیر از خود A f x تقسیم بر jx x مساوی بشه با h یعنی من بتونم ساده تر بکنم اینها رو و به صورت یک تابع h x بنویسمشون و همچنین داشته باشیم و داشته باشیم حد x به سمت a f مساوی هست با l و حد x به سمت a j x هم مساوی هست با k در این صورت داریم حد x به سمت a f x تقسیم بر j x مساوی با حد x به سمت a h x این شرطی که من اینجا گذاشتم که اینها باید ال باشن و در نتیجه هم هیچ استفاده نکردم صرفا منظور این هست که حدها وجود داشته باشن یعنی باید این دو حد در این نقطه وجود داشته باشن در این صورت من نتیجه میگیرم که حد x به سمت a تقسیم دو تابع برابر میشه با این ساده شده شون x به سمت a این دقیقا همین کاری هست که من این بالا کردم یعنی اومدم x به توان 3 منهای 1 تقسیم بر x منهای 1 رو مساوی با x2 به علاوه x به علاوه 1 نوشتم که این f من هست این j من هست و این هم اچ ای این قضیه دقیقا یک کاربردش شده در این مثال شما میتونید ببینید خب بذارید من یک مثال دیگه هم از این قضیه حل بکنم چون قضیه خیلی مهمی هست و یک مثال بسیار بسیار شبیه همین مثالی که اصلا الان حل کردی میخوام حل بکنم فرض کنید از ما پرسیده شده که حد x به سمت منفی دوی x دو و علاوه پنج x به علاوه دو یا اصلا دو x دو به علاوه پنج x به علاوه دو تقسیم بر x به علاوه دو رو حساب بکنید خب من اول میام میبینم که صورت این کسر حد x به سمت منفی دوش میشه صفر اینو شما میتونید خیلی راحت ببینید و مخرج کسر هم حد x به سمت منفی دوش مساویه با صفر میشه بنابراین من در حالت همون صفر صفر خودم قرار دارم میخوام برم و از این قضیه استفاده بکنم ببینم آیا میتونم ساده سازی صورت بدم و این حد رو در حقیقت حساب بکنم خب من میدونم عاملی که باعث شده هر دو اینها صفر بشن این x به علاوه دو هست یعنی در مخرج من x به علاوه دو دارم باعث شده صفر بشه و در صورت هم من یک x ایک به علاوه دو باید داشته باشم چون این چند جمله ای در x مساوی با منفی دو برابر با صفر شده اگر شما ساده سازی بکنید میبینید که دو x 2 به علاوه 5 x به علاوه دو مساوی هست با x به علاوه دو در دو ایکس به علاوه یک اینو خیلی راحت میتونید با یک تقسیم چند ای به دست بیارید بنابراین من میتونم بگم این مساوی هست با لیمیت x به سمت منفی دو x به علاوه دو در دو x به علاوه یک تقسیم بر x به علاوه دو و بعد این دوتا رو ساده بکنم چون در یک همسایگی محذوف منفی دو من دارم کار میکنم و خود x مساوی منفی دو نیست بنابراین من میتونم ساده بکنم و بگم این مساوی میشه با حد x به سمت منفی دوی دو x به علاوه یک که این مساوی میشه با منفی دو ضرب در دوی به علاوه یک مساوی میشه با منفی سه چون این یک چند جمله ای هست و من به راحتی میتونم مقدار x رو در اون قرار بدم و حساب بکنم من بارها بارها رو این نکته تاکید کردم اما یک بار دیگه هم تکرار میکنم و اونم اینه که با این که x مساوی با منفی دو جزء دامنه این تابع نیست اما من میتونم حد رو در این نقطه حساب بکنم چرا چون حد هیچ وقت در خود اون نقطه حساب نمیشه و همیشه در یک همسایه محذوف اون نقطه حساب میشه فعلا خلداافه